ما درباره رابطه شوهر و همسر صحبت کردیم، به خصوص درباره ارتباط صحبت کردیم و چگونه ارتباط حیاتی و مهم هست. میخوام همچنین این بحث رو ادامه بدیم درباره اینکه چطور مؤثر ارتباط برقرار کنیم. کتاب مقدس شروع به صحبت درباره روابط شوهر و همسر در افسسیان باب 5 میکنه. خود را به یکدیگر در ترس از مسیح تسلیم کنید. در احترام مسیح، بسیاری از اوقات کلمه تسلیم کلمه‌ایه که مردم دوست ندارن، اما کتاب مقدس اون رو میگه. این میگه خود رو تسلیم کنی. خب این چه معنا داره؟ برای من یک تعریف از آنچه که تسلیم به چه معناست رسیدم، این یعنی احترام گذاشتن با روحی فروتن در ریشه اون هست. ما به یکدیگر با فروتنی احترام میگذاریم. وقتی اون احترام رو برای یکدیگر داریم و این در فروتنی ریشه کرده باشه، اون ارتباط رو قادر میسازه و ما رو قادر میسازه تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم. پس بیاین درباره ارتباط و احترام گذاشتن و اون برای شما به چه معنا صحبت کنیم، چگونه این کار رو انجام میدید، چگونه اون روح احترام رو برای یکدیگر ایجاد میکنید و اون روح فروتنی رو توسعه میدید. همانطور که قبلا گفتم، احترام باید به دست آورده شود. من فکر میکنم که گاهی اوقات، همانطوری که درباره زمانهای مختلف محبت صحبت کردیم، ما آنچه را که میخواییم تعریضی میکنیم، آنچه را که ما در شخص دیگری محترم میشماریم بر همسر ما میآوریم، اما آنها ممکن است یک سیستم ارزشی مختلف از چگونگی کسب آن احترام داشته باشند. ممکن است همسر شما کسی باشد که واقعا نیاز داشته باشد کسی به او گوش و توجه کند. هم دردش بشین و به او گوش کنید. نخواهید مشکلاتو همونجا حل کنین. این اون چیزیه که اون بهش احترام میذاره. یا ممکن است شوهری باشید که از یک پس زمینه بدون مهمل آمده باشد و به نوعی آنچه که هست را میگویید و در چگونگی صحبت کردن ساده و رک هستید. این چیزیست که او به آن احترام میگذارد. شما فقط به او حقیقت رو بگویید. و شما درباره ما صحبت میکنی. من به همه شما نگاه نمیکنم. میوه دور از درخت نمیفته. من فکر میکنم شما باید یاد بگیرید و درک کنید و گرامی بدارید یکدیگر رو. در هر بخشی به روشی احترام بگذارید. من فکر میکنم احترام واقعی از آن متولد میشود. هر زمانی که شما در وسط دیدار میکنید، همسرتان را مجبور نکنید تا آن را به روش شما انجام بدهد یا بالعکس. در آن زمان احترام شروع به اتفاق افتادن میکند. من فکر میکنم تمرکز رو روی نقطه قوت ها بذارن به جای نقطه ضعف ها. اگر شما همیشه نیمه خالی لیوان رو میبینید، به طور طبیعی مایلید که بر ضعف ها تمرکز کنید و میخواین تغییر بدین و اونا رو به روش خاصی بسازید. پس من فکر میکنم یه شخصی مثل من اون رو بیشتر یه چالش تشخیص میدن. نیاز دارن مداوم بر قوت ها تمرکز کنن و به یاد داشته باشید که این همون چیزی که از طرف مقابل میخواید و این احترام متقابل رو ایجاد میکنه. میدونید یکی از شکایت‌های اصلی که من از زوج‌ها میشنوم وقتی درباره احترام صحبت میکنیم اینه که یک نفر خواهد گفت خب همسرم همیشه سعی میکنه روح القدس رو نمایش بده، سعی میکنه بگه من قصد دارم این شخص رو مانند عیسی بسازم. البته این کار غیر ممکنه، به ویژه برای تکس. به خاطر اینکه من یک راه طولانی برای رفتن دارم. فروتنی بعد یک نقش واقعا بزرگ در اون ایفا میکنه. ما دوباره به این ایده فروتنی برمیگردیم. من فکر میکنم که برای قادر بودن برقراری ارتباط، داشتن اون روح فروتن مهمه. من اون رو در شما میبینم. برای من اون روح فروتنی وجود داره و گاهی اوقات محکوم میشم به خاطر اینکه میگم میبینم که چگونه شبیه اون نیستم. پس به من بگید چه چیزی باعث شده اون نوع از روح فروتنی رو توسعه بدید. من در تلاش نیستم بگم که شما خانم فروتنی هستید، اما شما باید با من باشید. خب ما ازدواج کردیم، پس اون چیزی شبیه پوسته یه تخم مرغه. وقتی تکه‌های شکسته رو کنار هم بذاریم کامل میشه. فکر میکنم در تمام زندگی ما همونطوری که کلی داشت میگفت، شکنندگی هایی در مکان هایی وجود داره. با این حال ما نقاط قوت و نقاط ضعف خودمون داریم و اونا رو کنار هم میاریم. یکی از چیزهایی که بیشتر شما رو تقدیر میکنم فکر بازتونه. پس شما من رو در این منطقه خاص به چالش میکشید. این برکتی در زندگیمه و در اون زمانا
من فکر میکنم گاهی اوقات انقدر شما قوی هستید که این باعث میشه دعا کنم. پس نتیجه همه اینا منو بیشتر متوجه عیسی مسیح میکنه. میدونید همه این ارتباط هست. این چیزیه که ما دربارش صحبت میکنیم. صدای من، میدونید بریدن که کوچکترین فرزند شماست، در صورتی شبیه منه. من با بریدن خیلی شباهت داریم به خاطر اینکه صدای من به طور طبیعی بلندتر از آنچه خودم اون رو میشنومه. پس گاهی اوقات با صدای بلند صحبت میکنم و مردم فکر میکنن من دارم داد میزنم. به نظرم من به اون روش نیستم، اما به اون روش احساس میشه. شما قادر هستید اون رو درک کنید. این چیزیه که من با توجه به فروتنی در مورد صحبت میکنم. شما من رو دیدید و به نوعی من رو متوجه شدید که او منظورش اینطور نیست، اونطوری که داره عنوان میکنه، و این رو تشخیص دادید. نمیدونم چیه واقعا، ولی یک چیزیه که خدایی فکر میکنم خدا در قلبتون انجام داده. شما چی؟ چه چیزی در یک دیگر میبینید که فقط شما رو برکت میده یا به شما کمک میکنه؟ همونطور که شما گفتید شما احترام رو به دست میارید، چطور اون احترام رو ایجاد میکنید؟ فکر میکنم وقتی به دیو نگاه میکنم، واقعا به روش او که گرامی میداره افرادی که متفاوت از اونن، احترام میذارم. اون میتونه تفاوت رو در افراد ببینه و به جای ترسیدن از اونها یا کنار زدن اونها، از اونها یاد میگیره. اون سعی نمیکنه اونها رو تغییر بده تا شبیهش بشن یا افکارشون رو تغییر بدن. اون واقعا واقعا اهمیت میده. فکر میکنم تا حد زیادی با سفر ربط داره. سفرهای زیادی در طول رشدش کرد. اون نمیترسه از این که افراد زیادی با ادیان، عقاید، عادات و غذای متفاوت در کنارش باشن. بهش احترام میذارن به خاطر اینکه همه احساس راحتی میکنن بدون هیچ قضاوتی و افراد متفاوت میتونن این رو یاد بگیرن. منظورم این از چند چیز وجود دارد، اما برای من موضوع بالای لیست واقعی است که کلیان قلب خادم از خود گذشته‌ای که مسیح داشت رو دارد. او آن را هر روز زندگی میکند. می توانید چیزهایی بگویید، اما عمل کردن اثر بیشتری دارد. او هر روز از خود گذشتگی‌هایی انجام می‌دهد که برای خانواده من چسب هستند. این بسیاری مواقع بدون قدردانی است، به ویژه از بچه‌ها و من، و او آن را از محبت واقعی عمیقش که برای هر یک از ما دارد مدام برای ما انجام می‌دهد. او از روشی استفاده می‌کند که خانواده ما را بهتر می‌کند. قسمت به واقعاً سری چیزی که قبلا گفتم، این قلب او برای دیگران است که همچنین با فروتنی وصف شده است، به خصوص با کسانی که صدا ندارن و بی صدا هن، کسانی که مورد آزار واقع شدند، کسانی که در زندگی چیزهای بسیاری به آنها داده نشده. او میخواد در کنار اونها باشه و به اونها کمک کنه تا در مسیری که خدا برای اونها در نظر گرفته باشن، و اینجا تقدیر داره. حتی در مطرح کردن این ارتباطی که دربارش صحبت کردیم، شما این رو عنوان کردید کلی، شناختن قدرت در شخص دیگری و چگونه مفید باشن حتی وقتی اون لفظی کردن اون هست. یکی از بزرگترین ضعف‌های من بیان کردن اون چه میبینم هست. اون چه که گرامی میدارم میبینم، اما من نیاز دارم اون رو بیشتر بیان کنم. من باید نقاط قوت در افراد دیگر رو بیان کنم. این چیزیه که تکس انجام داده. یکی از چیزهایی که به ارتباط ما کمک خواهد کرد، شروع به برقراری ارتباط با نقاط قوت یکدیگر که در یکدیگر میبینیم هست. درست همونطوری که اینجا انجام دادیم، ساختن اون احترام ما رو در ریشه دادن در آن روح فروتنی توسط دیدن نگه می‌داره. کتاب مقدس می‌گوید با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. دیدن نقاط قوتشون و تشخیص اون می‌تونه واقعا مفید باشه. پس خود رو به یکدیگر در احترام و ترس مسیح تسلیم کنید. اون زمانیه که به یکدیگر نگاه می‌کنید و به یکدیگر احترام می‌گذارید، قلبتون در روح فروتنی ریشه دوونده است. این چیزیه که کتاب مقدس میگه میتونیم انجام بدیم که به عقیده من در برقراری ارتباط با یکدیگر کمک می‌کنه.